تلاش اروپایی ها برای بقای ایران در برجام. اتحادیه اروپا میگوید به شرکت هایی که جریمه شوند خسارت میپردازد. 30 سال پس از پذیرش قطعنامه 598 و پایان جنگ با عراق، ایران چه به دست آورد، چه از دست داد و چه درسی میتواند بگیرد؟ و پای صحبت ویولون نواز شناخته شده خیابان‌های تهران. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. اتحادیه اروپا میگوید خسارت شرکت‌هایی را می‌دهد که آمریکا آنها را به دلیل همکاری با ایران جریمه کند. علاوه بر این گزارش شده که قدرت‌های اقتصادی اروپا به دنبال گشایش یک کانال مالی مستقیم بین بانک‌های مرکزی خود و بانک مرکزی ایران هستند. در همین حال ایران هم باید سرنوشت اجرای برنامه کارگروه ویژه اقدام مالی مشهور به FATF را روشن کند. برنامه‌ای که با شفاف کردن مبادلات اقتصادی جلوی پولشویی و حمایت از آنچه تروریسم خوانده می شود را می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از امیر پایور. موتور اتحادیه اروپا گرم شده. در چند روز اخیر در اینجا فعالیت‌هایی انجام گرفته که ممکن است کورسوی امیدی بر مسیر تاریک برجام بتاباند. خبرگزاری فرانسه میگوید اتحادیه اروپا با اجرای قوانین بازدارنده احکام دادگاه‌های خارجی علیه ایران را بی اعتبار تلقی و به شرکت‌های اروپایی که به خاطر معامله با ایران جریمه شوند خسارت پرداخت خواهد کرد. از طرف دیگر به نوشته وال استریت جورنال، بانک‌های مرکزی آلمان، فرانسه و بریتانیا به دنبال باز کردن حسابی برای بانک مرکزی ایران هستند تا بتوانند پس از اجرای تحریم‌های یک جانبه آمریکا این کانال بانکی با ایران را باز نگه دارند. طبق قانون تحریم خرید نفت ایران، بانک‌هایی که با بانک مرکزی ایران معامله کنند از طرف وزارت دارایی آمریکا جریمه می‌شوند. تحریم و جریمه کردن بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی کار آسانی نخواهد بود. گزارش شده که خود بانک‌های مرکزی کشورهای مورد اشاره هنوز قدری اکراه دارند، ولی اگر این کانال بانکی بین ایران و اروپا شکل گیرد، می‌تواند به ادامه صادرات نفت ایران به اروپا کمک کند. البته بیشتر خریداران نفت ایران در اروپا پالایشگرهای شرکت‌های خصوصی هستند، ولی اگر بدانند دولت کشورشان پول خرید نفت را برایشان جابجا می‌کند، شاید به واردات ادامه دهند. شرکت مشاور فکتس گلوبال انرژی برآورد کرده در صورت اجرایی شدن تحریم آمریکا، صادرات نفت ایران از 2 میلیون بشکه کنونی به 700,000 بشکه در روز کاهش می‌یابد. همچنین پیشبینی شده صادرات میعانات گازی ایران که هم اکنون حدود 500,000 بشکه در روز است به 100,000 بشکه در روز تقلیل یابد. وزارت دارایی آمریکا اخیراً گفت قرار نیست کشوری را از اجرای تحریم ها مستثنا کند، مگر اینکه کشورها واردات نفت خود از ایران را به مقدار قابل توجهی کم کنند و بعد از تاریخ اجرای تحریم یعنی 4 نوامبر به وقت بیشتری نیاز داشته باشند. اما برقراری کانال بانکی ایران و کشورهای اروپایی یک پیش نیاز دیگر دارد. اجرای برنامه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در ایران. اجرای برنامه FATF هم منوط به پیوستن ایران به 2 کنوانسیون بین‌المللی است. یکی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو و دیگری کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که اصلا در مجلس بررسی هم نشد. خبرگزاری فارس تصویر نامه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد مجمع تشخیص مصلحت ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو مخالفت کرده، چون آن را مغایر منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی ایران می‌داند. به این ترتیب و به رغم تلاش‌های دولت‌های ایران و اروپا، معلوم نیست تنفس مصنوعی به برجام آن را از مرگ نجات دهد. امیر پایور، BBC. بارها از حکومت ایران به دلیل آنچه فرصت سوزی های تاریخی خوانده می شود انتقاد شده. شاید یکی از پرهزینه ترین فرصت سوزی ها نپذیرفتن آتش بس در جنگ با عراق در زمان مناسب بود. جنگی 8 ساله که جمهوری اسلامی بارها فرصت داشت از موضع قدرت به آن پایان دهد، اما نداد، تا اینکه بنیانگذار حکومت ناچار شد آن را بپذیرد. قطعنامه ای که ایران در تاییدش نقش چندانی نداشت و به همین دلیل منافعش چندان لحاظ نشد. از جمله اینکه دریافت غرامت جایش را داد به ارزیابی خسارت دو طرف. جزئیات بیشتر در گزارش ژیار گل به مناسبت 30مین سالگرد پذیرش این قطعنامه از سوی ایران. از نگاه حکومت ایران
عراق امروز کشوری دوست و برادر است، یکی از مهمترین همسایگان ایران. اما این دو کشور گذشته خونینی دارند. یکی از طولانی ترین جنگ های متعارف تاریخ معاصر، جنگ ایران و عراق در سال 1359 شروع شد و 8 سال ادامه داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1366 قطعنامه 598 را تصویب کرد. عراق آن را فوراً قبول کرد، اما رهبران وقت ایران یک سال از پذیرش آن تفره رفتند. من مهداد عزیزاللهی نظامی از اصفهان هستم که 14 سالمه. رهبران ایران میگفتند تا آخرین قطره خون خواهند جنگید. علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت ایران پذیرش قطعنامه 598 را رد کرد و در سازمان ملل گفت هدف مهمتر تنبیه متجاوز و برچیدن بساط تجاوز است. علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران هم قطعنامه 598 را همچون ترکمنچای و بی ریشه خواند. در آخرین ماه‌های جنگ در سال 1367 ارتش عراق پیشروی کرد و هزاران نیروی ایرانی را به اسارت گرفت. ایران ضعیف شده بود. حال که مسئولان نظام ما اهم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ هستند صریحاً اعلام می کنند که ارتش اسلام به این زودی ها هیچ پیروزی به دست نخواهد آورد. و آیت الله خمینی قطعنامه 598 را پذیرفت و آن را به نوشیدن جام زر تشبیه کرد. وقتی که خدمت حضرت امام رسیدند، بعضی ها از مسائل اقتصادی گفتند که مثلا ما نمیتونیم با این وضعیت اقتصادی جنگ را اداره کنیم. بعضی ها گفتند مثلا حضور مردم در چه پاکایش پیدا کرده. پس از گذشت 30 سال تصویب قطعنامه 598، هنوز بسیاری از بندهای مهم آن اجرا نشده. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از عراق و ایران خواست که ترک مخاصمه کنند و به مرزهای بین المللی بازگردند. نیروهای صلح‌بان سازمان ملل بین دو کشور مستقر شوند و اسیران جنگی مبادله شوند. قطعنامه از دو طرف خواسته بود که در زمینه یافتن یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه برای حل اختلافات همکاری کنند و آغازگر جنگ مشخص شود و گروهی برای بررسی خسارات تشکیل شود. بیش از 3 سال پس از اجرای آتش بس، گروه تحقیق دبیرکل وقت سازمان ملل عراق را متجاوز معرفی کرد. ایران اما هیچ تلاشی برای استفاده از موقعیت و گرفتن غرامت نکرد. برعکس، با راه اندازی کاروانهای متعدد زیارتی به مقصد شهرهای مقدس شیعیان در عراق و تعمیر و بازسازی اماکن مقدس در این کشور، عملا میلیونها دلار در این کشور هزینه کرده. پس از پذیرش قطعنامه 598 ترک مخاصمه شد. هنوز پیمان صلح بین دو کشور امضا نشده. پس از 30 سال خطوط مرزی بین عراق و ایران کاملا مشخص نیست و اختلافات مرزی هنوز پابرجاست. ژیار گل، بی بی سی. در ایران کم آبی و بیابی به مهاجرت از استانهای خشک به دیگر مناطق و عمدتاً استانهای شمالی این کشور دامن زده. روستاها خالی از سکنه می شوند و شهرها کم جمعیت تر. پدیده ای که هم برای روستاهای خالی از سکنه و شهرهای کم جمعیت مشکل ساز است و هم برای شهرهایی که مردم به آنها روی می آورند. چشم‌اندازی هم برای پایان این روند به چشم نمی خورد. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. دی مردم چکار بکنه؟ همه دوار فرار میده به شهر سونا. کسی اینجا نمونده، مجبوری کسی گوشنگی مردم برای برخ اینجا چکار میخوای بکنه؟ مهاجرت اقلیمی در ایران حرف امروز و دیروز نیست، حتی حرف امسال و پارسال هم نیست. شاید بیش از یک دهه است که بسیاری از مردم به دلیل بحران آب از خانه های خود کوچ کرده و به مناطق نسبتاً خوش آب و هواتری رفتند. طبیعی است که مهاجرت اقلیمی برای شهرهایی که مهاجران به آنها سرازیر شدند مشکلاتی ایجاد کرده. طوری که نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه گفته: مدیریت منابع آبی اولویت 4 دهه اخیر در ایران نبوده و به همین دلیل نمیتوانیم درهای استان مازندران، گیلان و گلستان را به روی مردم استانهای کم آب کشور ببندیم. یکی از استانهایی که تغییرات اقلیمی تأثیر زیادی در آن گذاشته سیستان و بلوچستان است.
روستاهای این منطقه یکی بعد از دیگری خالی از سکنه می شود. اینجا اشتهارد. شما مستظرید. اگر نفت نباشه، اگر به قول معروف برق نداشته باشه، میشه انرژی هستی، انرژی آفتاب استفاده کرد. ولی اگر آب نباشه، جاگوزی نمیشه کرد. ما به خاطر اینکه توی این منطقه خوشسالی برخورد کردیم چند سال و آب هم وجود نداشت، مجبور شدیم از اینجا کوچ کنیم به دوردستا بریم که به آب نزدیکتر بشیم. اینها تصاویری است از تالاب گاوخونی در انتهای زاینده رود. رودی در میان کویر که حالا فقط مشتی خاک از آن مانده. نه تنها دیگر خبری از پرندگان و ماهی ها و بافت گیاهی مناطقی که روزی آبی و رودی و دریاچهی در آن بوده نیست، که ساکنان مناطق دور و اطراف هم از بیابی کوچ کرده و رفتند. ریزگردها تا حدی ارمغان خشکی تالاب ها و رودهای ایران هستند و ارمغان ریزگردها مشکلات تنفسی و هزاران معضل دیگر. این ویدیو را یکی از مخاطبان از روستای حسین آباد از توابع شهرستان میامی فرستاده. اعتراضات به کم آبی در ماه‌های گذشته کم نبوده. مردم بر سر فرماندار خرمشهر فریاد می‌زنند. او هم تنها ابراز شرمندگی می‌کند. کاری از دستش بر نمی آید. اینجا هم مردم تشنه دبه های خالی در دست آب می خواهند. درخواست آب و اعتراض به کم آبی هم به خشونت کشیده می شود. دیگر امنیت آب با امنیت ملی گره خورده. حالا دیگر مشکل کم آبی و بی آبی تنها به استانهای جنوب ایران و یا سیستان و بلوچستان محدود نمی شود. بحران بی آبی هر روز جدیتر و وسیع‌تر از قبل می شود. منتقدان می گویند مسئولان جمهوری اسلامی راهش را یاد گرفتند. مشکل را گردن مدیر و مسئول قبلی می اندازند. می گویند به دلیل مدیریت نامناسب از جمله موج سدسازی ها و حفر چاه‌های قانونی و غیرقانونی، بعضی روستاها در زیر شن مدفون شدند و خالی از سکنه. شرایط هم برای کسانی که کوچ کردند سخت است، هم برای آنها که راهی به جز ماندن ندارند، هم برای شهرهایی که به مقصد این مهاجران ناگزیر تبدیل شده. مریم افشنگ، بی بی سی. جام جهانی فوتبال در حالی به پایان رسید که تیم ایران در این جام جهانی بهترین عملکرد تاریخ خودش را داشت و توانست در مرحله گروهی 4 امتیاز بگیرد. مسئله‌ای که باعث شده حالا امیدواری زیادی در مورد جام ملت‌های آسیا که کمتر از 6 ماه دیگر در امارات برگزار می‌شود وجود داشته باشد. آخرین قهرمانی ایران و حضور در فینال جام قاره برمی‌گردد به 43 سال پیش. پوریا ژافره نگاهی کرده به آینده تیم ملی ایران. یک برد دراماتیک، یک باخت خفیف و یک مساوی آبرومندانه عملکرد قابل قبولی از دید جهانی برای فوتبال ایران بود. هرچند بلافاصله بعد از مسابقه آخر مرحله گروهی مقابل پرتغال، یک مصاحبه آتشین از سوی کارلوس کیروش سرمربی تیم زخم‌های کهنه را باز کرد. در حالی که برای اکثر مردم جهان با به پایان رسیدن جام جهانی هیجان فوتبال هم کم کم فروکش می کند، برای ایران و 4 تیم دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا فرصت زیادی تا ایستگاه بعدی نیست، وقتی ایران و سایر مدعیان قاره‌ای باید برای قهرمانی آسیا در دی ماه بجنگند و در بین 5 نماینده آسیا در جام جهانی بیشترین فشار روی ایران است. تنها بزرگ آسیا که در 10 دوره گذشته به فینال نرسیده. خیلی ها تصور میکنن که حالا وقت مناسبی برای جبران ناکامی های گذشته است. الان این تیم با این همه چهره که در خارج از فوتبال ایران دارن بازی میکنن و به هر حال یک پروسه 8 ساله کارلوس کیروش 8 سال فرصت داشته تا تیم ملی ایران رو برسونه به این نقطه که بتونه قهرمان آسیا بشه و غیر از قهرمانی هیچ نتیجه دیگه نمیتونه ایرانو راضی کنه و طبیعتاً اینجا جایی نیست که شکست خفیف یا پیش کشیدن بحث‌های نظیر ناداوری و نظیر اون بتونه رضایت علاقمندان فوتبال رو جلب کنه. ایران قهرمانی میخواد و این اتفاقیه که باید بعد از حدود نیم قرن رخ بده. ایران یکی از جوانترین تیم‌های حاضر در جام جهانی بود و میانگین سنیش در بین آسیایی‌ها از همه پایین‌تر.
در این پنجره تابستانی انتقالات انتظار می‌رود بعضی نفرات دیگر تیم ملی که در لیگ ایران بازی می‌کنند به لیگ‌های سطح بالاتر خارجی بروند و در همین حال حضور یک سرمربی روی نیمکت ایران در 7 سال گذشته باعث شده تا ثبات خاصی بر تیم حاکم باشد. شاید ایران بین تیم‌های آسیایی جذاب‌ترین تیم نباشد، ولی از همه رقبا سخت‌تر شکست می‌خورد. Set face opportunity. Tamorian paper backs off and the equalizer. Can you believe it? در نهایت تفاوتی ندارد که توی زمین یا بیرونش چه نفراتی عازم جنوب خلیج فارس میشوند. هواداران ایران میخواهند بعد از 4 دهه شاهد افتخار تیمشان باشند و شاید این بار امیدوارتر از هر دوره دیگر بعد از انقلاب اسلامی. آنها میخواهند خاطرهای تلخ گذشته را فراموش کنند. در افغانستان کمتر فرصتی برای شادمانی کودکان به وجود می آید، به ویژه برای آنهایی که در اردوگاه های پناهندگان و مهاجرین زندگی می کنند. در این میان تجربه عکاسی از وسوسه های هیجان انگیزی است که برای خیلی از کودکان افغان رویایی دور از دسترس است. اما به تازگی آبتین اسلامی عکاس ایرانی این تجربه را برای گروهی از این کودکان دستیافتنی کرده. خبرنگار ما علی حسینی یک روز با دوربین را با همیرا یکی از همین کودکان گذرانده. آن طرف این سیم‌های خاردار دور سرسره، همیرا توانست نظر مسئول پروژه عکاسی کودکان را جلب کند و یک روز دوربینی را با خود داشته باشد. وسیله‌ای پر از تازگی و شگفتی. به ویژه آن که همیرا بزرگ شده یک کمپ پناهندگان است. جایی که کودکان زود بزرگ می شوند با مشکلات و کمبودی های فراوان. آتبین اسلامی شهروند ایرانی همیرا و خواهرش بسکل را از بین حدود 15 کودک دیگر انتخاب کرده تا آنچه را که دل خودشان می خواهد ثبت کنند. از همیرا پرسیدم که از چه چیزی می خواهی عکس بگیری؟ گفت از جاهای مقبول. پرسیده مثلا کجا جای مقبول؟ یک نگاهی به دور برش انداخت و بلافاصله نظرش را تغییر داد، گفت نه، از آدم‌های مقبول. مکس دوربین همیرا بیشتر روی کبوترهای کم بود. زیاد خوش دارم که دختر عکس بگیرم. چرا دوست داری بیشتر از دخترها عکس بگیرم؟ دخترها مقبول میباشه که عکس میگیرم. عکس دوربین‌های فیلمی کودکان در این تاریک خانه ظاهر می شود. تا کنون عکس حدود 80 کودک افغان در این تاریک خانه چاپ شده. چرا خانم اسلامی برای کودکان یک روز با دوربین را انتخاب کرده؟ من فکر می کنم اینجا دوربین فقط یه ابزاره، یعنی این که میتونه پالش اسمشو بذاریم یه چشم سوم که بچه ها میتونن از این طریق، یعنی از این طریق که این شده ابزار بین خودشون و محیط بیرونشون و باعث میشه کمی تمرکز از روی اون افکار زیادی که دارن توی مغزشون اینا کمتر بشه و به خارج از خودشون برگرده تمرکزشون و این دوربین یه واسطه است که اینا رو به خودشون و درونشون نزدیک تر بکنه. یک روز با دوربین همیرا تا ساعاتی دیگر تمام می شود. اما لذت عکاسیش را شاید تا مدتها برای دوستانش در کمپ تعریف کند. کمپی که دور سرسرهش سیم خاردار است. علی حسینی، BBC، کابل. کیانوش شهنازی جوان نوازنده ای است که از سنین نوجوانی در خیابانها و محله های تهران ویولون می نوازد. کیفیت نواختن سازش، آن هم با ساز دشواری مانند ویولون، باعث شهرت وی در فضای مجازی شده. شهرتی که البته باعث نشده که تغییر خاصی در زندگی او اتفاق بیفتد و این روزها نیز مانند گذشته کماکان از نوازندگی در کوچه ها امرار معاش می کند. جزئیات بیشتر از بامداد اسماعیلی. کیانوش شهنازی نوازنده ویولون سالهاست که با اجرای موسیقی در خیابانهای تهران شناخته شده است. او 26 ساله است و از خانواده ای میآید که اکثرا نوازنده یا هنردوست هستند. پدرم چون که باباش
خواننده بود به من گفته بود که تو باید بخونی، ساز نزنی. من قبلش هم تنبک میزدم هم کیبورد میزدم. به من میگفت تو باید بخونی، خواهرت باید ویولون بزنه. بعد که خواهرم به خواهرم آموزش ویولون میداد، من وای میستادم نگاه میکردم. بعد خواهرم علاقه نداشت، یاد نگرفت. اون چیزایی که بابام داشت به خواهرم آموزش میداد، یه روزی دید من دارم همونا رو پیش خودم میزنم. این آهنگ بود. تا کلاس اول راهنمایی درس خوندم. به خاطر این افتادم تو کار، درسم رو ول کردم که بابام تو خیابون داشت ساز میزد، ماشین بیستد، پاهاش شکست. از اون موقع من مجبور شدم برم سر کار، چون بابام 6 ماه افتاده تو خونه، هیچی نبود خرج بده. مجبور شدم برم سر کار. بعد تا ساعت 1 شب کار میکردم، صبح ساعت 6-7 باید میرفتم مدرسه، نمیتونستم. به خاطر همین ترک تحصیل کردم، درسمو ول کردم. کیانوش شهنازی شیفته ساز پرویز یا حقی شد. نواختن ویولون را بدون یادگیری نوت آموخت، اما او بعدها هم با دستگاه‌های موسیقی و هم با نوت آشنایی پیدا کرد. من هم تو سفره خونه ساز میزنم هم تو خیابون. موقعی که وقتم خالیه میرم تو خیابون ساز میزنم. خیلی وقتا هم برای خدا ساز میزنم، مثلا این. آدم خوب و بد همه جا هست، ولی بیشتر خوبم، بیشتر هنر رو دوست دارم مردم، بیشتر ویولون رو دوست دارم مردم. مثلا یه جا داشتم میزدم، یه آقای اومد گفت صدای شیطان رو قطع کن، این شیطانه، صدای شیطانه. بودم چرا صدای شیطانه؟ سازه خوبه. بعد گفت نه این صدای شیطانه، قطع کن. بعد میخواست بیسیم بزنه بیان منو ببرن. در مورد زندگی کیانوش شهنازی مستندی هم تهیه شده است، اما هنوز منتشر نشده است. آیا او قصد ندارد در خارج از کشور به روی صحنه برود؟ پیشنهاد برای اجرای حرفه‌ای داشتم. ایلیاس خواننده ترکیه پارسال دعوت کرد که برم تو کنسرتش باهاش بزنم. به خاطر اینکه پایان خدمت نداشتم نتونستم برم. دارم پولامو جمع میکنم که امسال بتونم سربازیمو بخرم اگه خدا بخواد. آرزو دارم یه روزی تو کنسرت های بزرگ مثل کنسرت محسن یگانه، رضا صادقی، تو کنسرت های محمد اصفهانی، تو این کنسرت های یه روزی ساز بزنم و انقدر وضعم خوب بشه که تمام فقر رو از تو ایران بردارم، به بچه های بی سرپرست کمک کنم، به اونایی که تو خیابونن،
جا ندارن، غذا ندارن بخورن، به اونا همه کمک کنم. همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.